خب همچنان در خدمت خانم مؤمنی هستیم. سفر خانم مؤمنی، یکی از چالش هایی که خیلی از افراد در مورد مهاجرت در ذهنشون هست، به خصوص حالا خانم های مجردی که میخوان مهاجرت انجام بدن، بحث تنهایی و غربت و تنها بودن در خاک استرالیا است. به عنوان کسی که این پروسه رو در واقع پشت سر گذاشته، چه توضیحاتی دارید؟ من هنگامی که خواستم کشور مقصدم برای مهاجرت رو انتخاب بکنم، فاکتورهای بسیار متفاوتی رو سعی کردم در نظر بگیرم و بحث امنیت یکی از مسائل بسیار مهمی بود که 100% توی تصمیمات نهایی من خیلی اثرگذار بود. کشور استرالیا روی موضوع امنیت بسیار سرمایه گذاری کرده و توی مدتی که من استرالیا بودم در تو با این موضوع رضایت کامل بسیار زیادی داشتم، یعنی میتونم بگم دیگه اصلا جزء دغدغه‌های فکری من حساب نمیشد. در این حال وجود کامیونیتی های مختلف، برگزاری ایونت های مختلف، حضور جامعه ایرانیان و امکان برقراری ارتباط با افراد مختلف در حوزه‌های متفاوت، چه فرهنگی چه کاری، تونسته دغدغه بسیاری از افراد از جمله من رو کاهش بده و من از میتونم بگم که بعد از 5 و 6 سال تجربه زندگی در استرالیا نسبت به مواردی که مطرح کردین تقریبا میتونم بگم رضایت کامل رو دارم. یکی از نگرانی‌های خیلی از ایرانی‌ها که میخوان مهاجرت بکنن انتخاب مقصدی است که مسائل مثل نژاد پرستی توش آزاردهنده بشه. در این مورد یکی از ویژگی‌های خوب کشور استرالیا این هست که کشور مهاجرپذیری هست، چه در زمانی که در قسمت آکادمیک و تحصیلی بودم و چه الان که وارد محیط کار شدم. با توجه به بک‌گراند مهاجرپذیر بودنش و اینکه این جزئی از بخش کالچر کشور استرالیا شده، شاید در مقایسه با کشورهای دیگه بسیار کم رنگ‌تر و حتی نزدیک به صفر باشه. بسیار عالی. حمایت‌های بیمه درمانی، حمایت‌های بانکی و مالی دولت استرالیا نسبت به مهاجرها چطوره؟ در رابطه با این موضوع میتونم بگم که نیاز دغدغه خاصی نباید داشته باشن، چون با توجه به نوع ویزایی که در استرالیا حضور دارن، حالا ویزا میتونه پرمننت باشه یا ویزای کوتاه مدت باشه، پالیسی کشور استرالیا پالیسی به نسبت مناسبی هست و در رابطه با این موضوع باید یک مقدار منصفانه برخورد بکنیم. درست از جای یک سری انتقادات هست، ولی در مقایسه با کشورهای دیگه استاندارد قابل قبولی داره. بسیار هم عالی. در ادامه صحبت رو میخواییم به مسائل اشتغال، کار پیدا کردن، مسائل تخصصی تری بپردازیم. با ما همراه بشید.